از ابتدای امسال تا کنون 1870 تن عسل در کردستان تولید شده که به دلیل خشکسالی این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% کاهش داشته است. استان کردستان از نظر زنبورداری به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و شرایط اقلیمی خوب جز استانهای مستعد برای حرفه زنبورداری هستش. در حال حاضر از نظر تعداد کلونی و تولید عسل رتبه استان در کشور 14 و 15 هستش و از لحاظ تعداد زنبوردار ما رتبه دوم کشور رو داریم. سقز با دارا بودن 26.7% کلونی های استان و تولید 20% عسل رتبه برتر تولید عسل در کردستان را به خود اختصاص داده است. که عسل استان کردستان که باید تو سبد دارویی قرار بگیره، دست زنبوردار رو دستش میمونه، یه دلالی میاد یه چکی بهش میده میره دیگه اون دلالم پیدا نمیکنه. زحمت یک سال زنبوردار میشه یه برگ کاغذ. ما صنایع وابسته به حرفه زنبورداریمون ایجاد نشده یا به ظرفیت بالایی ندارم. به عنوان مثال ما در استان نیاز داریم که حتما کارگاه های کندوسازی دارای مجوز، همچنین کارگاه های موم آج کنی و سایر تجهیزات مربوط به زنبورداری رو داشته باشیم که زنبوردار ما مجبور نشده از استانهای دیگه اینا رو تهیه کنه. من خریدار عسل خالص رو چه جوری از عسل تقلبی تشخیص بدم؟ برای یه مشتری از لحاظ مزمزه کردن با بزاقی که طعم عسل و گرایه گل و گیاه داره، از طریق خالی کردن در یه لیوان آب سر که اگر در ته لیوان تهنشین بشه دید انحلال پیدا کنه کیفیتش بالاست، و از طریق برهم زدن به واسه یه قاشق مثلا چوبی یا پلاستیکی باشه، یا خالی کردن در ظرف دیگه اگر حباب بیفته توش عسل مرغوب و مطلوبه. امسال 350 کیلوگرم ژل رویال هم در کردستان تولید شده است. در حال حاضر 7600 زنبوردار در زنبورستان‌های استان مشغول به فعالیت هستند. هر کیلو عسل در کردستان 250 تا 500 هزار تومان خرید و فروش می شود.